استامینوفن هستم و ازتون دعوت میکنم با اخبار امروز همراه ما باشین. افشاگری خطرناک محافظ محمد خاتمی روزنامه اعتماد گفتگوی از فرشاد طولابی یکی از اعضای تیم حفاظتی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران منتشر کرد که در اون این عضو سپاه پاسداران استان لرستان از تلاش برای ترور خاتمی پرده برداشت طولابی در این گفتگو با اعتماد که در بهمن 1401 انجام شده به ابعاد گوناگون برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی اشاره کرده در این مصاحبه گفته که در سالهای 1377 تا 1386 تقابل فکری و عملیش با جریان اصلاحات شروع شده ظاهرا این تنفر و تقابل خیلی هم شدید بوده به طوری که قصد کشتن خاتمی رو داشته این شخص در ادامه گفته بعد از اینکه متوجه خطرات فراوان اصلاح طلبی برای کشورم شدم در سال 77 نامه ناشناس به آقای محمد خاتمی ارسال کردم و در اون صریحا ایشون خطری برای مملکت خطاب کردم و اونو مرید شیطان دونستم این عضو سپاه پاسداران مدعی شده در آخر این نامه خطاب به خاتمی تاکید کرده که یقین بدونین اگه تا به حال برای خاتمه دادن به حیات دنیویتون اقدام نکردم به این دلیل بوده که هنوز شما رو امیدوار به اصلاحات میدونم این محافظ محمد خاتمی در ادامه گفت در سالهای بعد که توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شدم از من سوال کردن که اگه قرار بود چنین اقدامی بکنی چطوری این کارو میکردی؟ منم گفتم برام تفاوتی نداشت اما زیباترین نوع ترور برای من این بود که خاتمی رو بغل کنم و با خودم منفجرش کنم تا بگن این فرد چقدر به این مسئله باور داشته این وسط ها ما هم میگیم آقا شما خودتو همینجوری خالی خالی هم منفجر کنیم و قبول داریم ها فقط لطفا زودتر به امید پروردگار طولابی درباره شیوه بازداشت خودش هم توضیح داده که در چتر اطلاعاتی قرار گرفتم و دستگیر شدم بعد در دادسرای نظامی 18 ماه بازجویی های طولانی رو تجربه کردم دو سال و نیم هم جنبه های قضایی و انتظامی رو پشت سر گذاشتم تا اینکه آزاد شدم به گفته این محافظ سابق محمد خاتمی خود خاتمی یعنی رئیس جمهور پیشین و مهره اصلی اصلاح طلبا در آزادی این شخص نقش داشته طولابی در همین رابطه گفته بعد از اینکه آقای خاتمی متوجه این ماجرا شدن فردی رو معمور کردند که از جانب ایشون اعلام کنه که شکایتی از من ندارن در واقع این نامه عامل اصلی آزادی من بود علاوه بر این این شخص گفته در سالهایی که در زندان بوده خاتمی 500 هزار تومن به عنوان کمک برای خانوادش ارسال کرده لازم یادآوری کنیم که خاتمی سوپاپ اطمینان حکومته و کسیه که با نقشه آزادی احزاب و مطبوعات باعث سرکوبی موجی شد که قطعا منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشد و بیش از 20 سال عمر دوباره برای حکومت خرید همینطور فجی ترین قتل ها تحت عنوان قتل های زنجیری در دوره همین مردک انجام شد که در یک مورد اون مامورای اطلاعاتی کودکی به نام کارونو به همراه پدرش با فجی ترین شکل ممکن سلاخی کردن و به قتل رسوندن حالا به نظر شما عجیب نیست که در اوج نفرت مردم از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا یهو این شخص رو که قصد ترور یکی از مهرای اصلی جمهوری اسلامی رو داشته معرفی و مطرح کنن؟ آره بابا طولا بیفهمیدین یکی محمد خاتمی خیلی انسانه یکی هم علی خامنه ای البته قبل از این ماجرا در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی که سایت جماران اونو منتشر کرد اشاره کوتاهی به ماجرای ترور سید محمد خاتمی توسط فرشاد طولابی شده بود سید محمد خاتمی که از سال 1376 تا 1384 رئیس جمهور و رهبر جناح اصلاح طلب حکومت ایران بود در ابتدای ریاست جمهوری خودش امیدها و وعده های دروغین زیادی داد برای تغییرات سیاسی در ایران اما ظاهرا مقاومت محافظ کارا و اصولگره ها از یک سو و بی ارادگی اصلاح طلبا برای تغییرات از سمت دیگه در نهایت به ناامیدی گسترده مردم ایران از جریان اصلاحات ختم شد. این ناامیدی به ویژه وقتی کامل شد که بعد از اعتراضات سراسری مردم در دیماه 96 و اظهارات خاتمی که رسما سمت خامنه ای استاد باعث استفاده گسترده معترضا از شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا شد مردم بالاخره بعد از بیشتر از چند دهه امید به اصلاحات حکومتی که از بالا تا پایین فاسد و جنایتکاره فهمیدن هیچ مهره ای در این نظام به فکر مردم ایران نیست و همه با هم دستشون تو یک کاسه است به طوری که الان ما مردم ایران وقتی اسم اصلاحات میاد واقعا کهیر میزنیم هشتگ کاش محمد خاتمی رو ترکونده بودی فرشاد دونیم میلیون نفر بیکار در ایران اینطوری که مسئولین جمهوری اسلامی دارن پیش میرن به زودی کلن کرکری مملکت رو باید بدیم پایین چون به طرز هولناکی هر روز به تعداد افراد بیکار و مخصوصا قشر تحصیل کرده ی غیر شاقل داره اضافه میشه بنا به اعلام مرکز آمار ایران بیشترین نرخ بیکاری در شش ماهه دوم سال 1401 مربوط به استانهای کردستان با 20 ممیز 5 دهم درصد و کرمانشاه با 15 ممیز 1 دهم درصد ثبت شده این آمار در سطح کشور علاوه بر ۱ درصد افزایش در قیاس با شش ماهه نخست سال در چهارمحال و بختیاری ۱۳ میز 5 دهم درصد ثبت شده و شکاف بیکاری بین استانها به ۱چهاره 8 دهم درصد رسیده جمعیت بیکاره در سطح کشور بنا به اعلام مرکز آمار در پاییز 1401 دو میلیون و هزار نفر بود که تا پایان همین سال به دو میلیون و هزار نفر رسید. این در حالی که جمعیت فعال کشور تا پایان سال 1401 25 میلیون و 962 هزار نفر اعلام شده بود. مقایسه این شاخص با 26 میلیون و 207 هزار نفر جمعیت فعال در پاییز 1401 نشونه کاهش 245 هزار نفری از جمعیت فعال کشور و خروج اونا از گروه شاغلین بوده در ادامه گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری افراد بین 15 تا 24 ساله تا پایان سال 1401 به 24 ممیز دو دهم درصد رسیده نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 سال هم در همین بازه زمانی معادل 17 ممیز 14 درصد گزارش شده. این آمار و ارقام به شدت نگران کننده در حالی اعلام شده که ابراهیم رئیسی مستقیم از پای بساط پا شده و وعده داده که یک میلیون شغل ایجاد میکنه اما برعکس نرخ بیکاری به فاصله کوتاهی تو مملکت رکورد زد یعنی اگه این بابا هیچ وعده ای نده و هیچ کاری نکنه قطعا به نفع مونه طبق نمودار همین مرکز آمار بیش از 60 درصد از زنان تحصیل کرده ی ای ایرانی هم بیکارن و بانک جهانی اعلام کرده که زنان ایران فرصت رشد اقتصادی ندارن یعنی خاک با بیل تو سر باعث و بانیش که البته ما نمیدونیم کیه ولی هر کی هست خدا الهی اون یکی دستشم چلاخ کنه اگرچه کمترین نرخ بیکاری در استانها بنا به اعلام مرکز آمار در سمنان با 5 ممیز 7 درصد ایلام با 6 ممیز 8 دهم درصد و بوشهر، خراسان جنوبی و کوهکیلویه و بوی رحمت با 7 ممیز سه دهم درصد ثبت شده اما این ارقام نشون دهنده فاصله شکاف در بالاترین نرخ با پایینترین نرخ بیکاری در استان است، در بخشی از همین گزارش مرکز آمار اومده که جمعیت فارغ و های دانشگاه که بیکار موندن تا پایان سال 1401 معادل چهل ممیز سه دهم درصد از جمعیت بیکارای کشوره یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت بیکار در ایران دارای تحصیلات عالیه و فارغ و تحصیل از دانشگاه های معتبرند افزایش تمامی شاخص های مرتبط با بیکاری در ایران در سال 1401 در حالی اعلام شده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی سال 1402 گفت که طی سال 1401 بیکاری کم شده و اشتغال به مقداری افزایش داشته البته کاش دروغ هنناق بود از طرفی ابراهیم رئیسی و مقامات کابینه دولت سیزدهم هم مدام در سخنرانیاشون آمارای علکی و مندرآوردی از افزایش اشتغال ارائه میدن اون کی بود کدوم وزیر بود که گفت با یه تومن میشه کسب و کار رو اندازی کرد و بنده خدا راست میگفت خب با یه تومن میتونین یه دیگه تقطیر بخرید با چند کیلو کیشمیش عرقسگی تولید کنین آه! والا به خدا حالا هی قور بزنیم بگین این مسئولین به فکر ما نیستند هشتگ دیگه تختیر تو روح همشون خب اینم هم از این لطفا برای ما کامنت بذارین و تا برنامه بعد مراقب خودتون باشین بدرود